خدمت همه اساتید بزرگوار که اینجا تشریف آوردین، ممنونم که اجازه دادین که زمانتون رو بگیرم. باعث خجالتی که من در محضر شما بخوام صحبت بکنم، صرفا نکاتی که به ذهنم میرسه میگم و درس پس میدم. من مسئله‌ای که میخوام راجع بهش صحبت بکنم اینه که آیا آیت الله طالقانی در حوزه زنان میتونن به عنوان یک نوگرای دینی شناخته بشن یا نه؟ ما تو بستری داریم در رابطه با ایده های آیت الله طالقانی صحبت میکنیم که از جنبش مشروطیت ما فعالیت سیاسی زنان رو داریم، از زمان صفویه و تو اوجش دوره قاجار ما حضور حالا سفرا، مستشاران و غیره غربی رو توی ایران داریم، همراه با همسرانشون میان و مسافرت حالا سفرای ایرانی به غرب رو داریم و بیگانه نیستیم با فضای بحث های زنان در غرب و خب سفرنامه های متعددی هم نوشته شده که آقای دکتر بهش اشاره کردن. ما سال 1289 اولین نشریه زنان رو داریم، یعنی زنان ما وارد حدی از بلوغ اجتماعی و سیاسی میشن که دست به قلم میبرن و نشریه مستقل دارن. 1291 ما نشریه شکوفه رو داریم. توی این نشریات نمیدونم چقدر از عزیزان این نشریات رو اگر بخونیم، قدم به قدم بحث تصویب قانون حق رأی زنان در انگلستان پیگیری میشه، یعنی گزارش نوشته میشه توی نشریات زنان که در این دوره منتشر میشه که آیا بالاخره توی این جلسه قانون حق رأی زنان تصویب میشه یا نمیشه، یعنی ما پیگیری و مطالبه داریم و این نشریات در جامعه خونده میشن. بنابراین این مطالب بیگانه‌ای برای جامعه ایران نبوده. ما نشریه دانش و سالی داریم که حضرت آیت الله طالقانی تازه متولد شدن، 1289. توی دهه 30 بیانیه ائتلاف سازمان‌های زنان رو داریم که به مصدق نامه می‌نویسن که حق رأی بخوان. همزمان حق رأی زنان توی انگلیس 1928 تصویب میشه، یعنی 1306 جامعه ما توی نشریات زنانش پیگیری میکرد بحث حق رأی و موج اول فمینیسم قرن 19 و 20 اتفاق میفته و 35 سال بعدش ما تو ایران همزمان با انقلاب سفید حق رأی زنان رو داریم. اون زمان که توی ایران داره حق رأی زنان تصویب میشه و علما مخالفت میکنن خیلی جدی، حضرت آیت الله خمینی نامه مینویسن به شاه و میگن که این حکمی هستش که باید اصلا علما فتوا بدن و در حوزه اختیارات شما نیست که در این رابطه صحبت بکنیم و صراحتا میگن حق رأی زنان غیر شرعی هست. در غرب موج دوم فمینیسم شروع شده. نامش هستش. من میخوام که بخشی از سخنرانی آیت الله خمینی رو که توی صحیفه نور جلد 1 اومده بخونم. آقا فرمودن که روحانیت ملاحظه میکنن که دولت مذهب رسمی کشور را ملعبه خود قرار داده و در کنفرانس ها اجازه میدهد که گفته شود قدم هایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده، در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها که جزء احکام ضروری اسلام است معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است. این صراحت در مخالفت با بحث تساوی حقوق زن و مرد در چه بستری اتفاق میفته؟ ما سال 46 قانون خانواده رو داریم. میخوام بگم این همزمانی اتفاقهای انقلاب سفید و قانون خانواده که در این آر اتفاق میفته با بحث موج دوم فمینیسم در غرب که متکی بر بحث برابری اجتماعی هستش و پس زدن تساوی و کلیشه های جنسیتی که از زن وجود داره توی ایران چجوری بازی میکنه. توی قانون خانواده سال 46 بحث ازدواج مجدد مرد محدود میشه به اجازه دادگاه و طلاق با اجازه دادگاه میتونه اتفاق بیفته، دیگه مردها نمیتونن به سادگی زنانشون رو طلاق بدن.
آیت الله خمینی در همین زمینه میگن که موضوع حق رأی زنان و غیره در درجه آخر اهمیت قرار دارد. ما میخواییم مشروطیت را حفظ کنیم. اکنون که در ایران حق آزادی از ما سلب شده، به فکر زنها افتادن. در حال حاضر آزادی قلم، بیان، افکار و حتی حق حیات از مردم سلب گردیده است. مسئله زنان الان مسئله نیست از نظر آیت الله خمینی. ما همین نگاه رو 10 سال بعد در بحث حجاب داریم از طرف آیت الله طالقانی، وقتی که توی بحث حجاب میگن که پوجنجال راه نیندازید. در ادامه ما از شما خواهش میکنیم که با لباس ساده و با وقار روسری هم روی سرتان بیاندازید، به جایی بر نمیخورد. مسئله زن مسئله روسری روی سر انداختن نیست، مسئله یک حقه، ولی اینجا تقلیل داده میشه به اینکه روسری رو سرتون بندازین. و بعد در ادامه میگن حالا اونهایی که میخوان موشون خراب نشه، اگه روی موشون روسری بندازن بهتر و بیشتر محفوظ میمونن. یعنی مسئله کاملا تقلیل داده میشه و حتی به نظرم به سخره گرفته میشه که اگه مسئلتون حفظ موهاتونم باشه حل دیگه. میدونی؟ مسئله زن جدی گرفته نمیشه. و در ادامه میگن که این جنگ ها و قتل ها و فجایع تو چه بستری اتفاق میفته، منشأ اینها کیان؟ غیر از همین تحریکات بیجاست، زن موجودی است که داره تحریک میکنه و به واسطه این تحریک ها خودش آسیب میبینه. خطری که حس میکنیم اینه که زنها دوباره به ابتذال برگردن. زن در رژیم شاه دچار ابتذال شده. ما همین نگاهی که مسئله زنان اولویت نداره و جدی نیست و همونطور که توی بحث حق رأی زنان در نگاه علما داشتیم، در بحث حجاب هم در نگاه آیت الله طالقانی داریم. همزمان با بحث قانون خانواده آیت الله مطهری کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو می نویسن و اونجا بحث میکنن که خانواده یک قرارداد، یک گروه قراردادی طبیعی هستش و زن و مرد در حقوق طبیعیشون با هم برابر هستن. ببینین بحث قانونی، سیاستگذاری قانونی که داره توی جامعه اتفاق میفته به صورت جزئی، بحث طلاق، بحث ازدواج مجدد، چیزهایی که توی زندگی روزمره زنان تأثیر داره و این بحث‌ها بحث‌هایی هستش که ما تو نشریات زمان مشروطه داریم. یعنی بحث‌هایی نیستش که ناگهان از غرب برای ما وارد شده باشه. چیزی حدود 50 سال 60 ساله که زنان دارن تو جامعه راجع به اینها صحبت میکنن و راجعش بحث میکنن. برابر این یک گول خوردن غرب نیستش، این بحث وجود داره. و این زمان آیت الله مطهری در این رابطه صحبت میکنه که زن و مرد در حقوق طبیعی با هم برابر هستند و حقوق طبیعیشون رعایت میشه به عنوان انسان، ولی اون ولی در ادامه میاد. آیت الله طالقانی هم کتاب جدیترین بحثشون در حوزه زنان، هم فکر میدونیم جلد ششم کتاب پرتوی از قرآن هستش که بین دهه 40، بین سالهای 41 تا 57 نوشتن. این احتمالاً این جلد ششم همون نزدیکهای پیروزی انقلاب، یعنی بعد از دهه، یعنی در اواسط دهه 50 نوشته باشن. ما سال 53 قانون خانواده دوباره بازنگری میشه و تو این سال ازدواج مجدد با اجازه زن اول باید باشه. یعنی چی؟ یعنی از سال 46 تا سال 53 این جامعه مطالباتی داشت، تغییراتی اتفاق افتاد، این جامعه به چیزهای جدیدی داره فکر میکنه. میگه ازدواج مجدد باید با اجازه زن اول باشه، زنان هم حق دارن مثل مردان برای بحث ترک خانه، زندان رفتن همسر یا اعتیاد و غیره تقاضای طلاق بکنن. سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 میشه. و اینکه زنها هم حق دارن مانند مردان اگر شغل همسر رو موجب بی‌آبرویی خانواده میدونن از شغل اون جلوگیری بکنن.
یه تلاشی در راستای مساوات زن و مرد هستش که حالا توی همون زمان آیت الله طالقانی توی جلد ششم کتابشون در رابطه با بحث حقوق زنان همون بحث آیت الله مطهری رو مطرح میکنن که از نظر اسلام اصل اشتراک مرد و زن در انسانیت حقوق عمومی و یکسان حقوق و حدود مردان و زنان و تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها بر طبق صفات قالب جسمی و روحی و ذوق‌ها و استعدادها ترسیم و تنظیم شده است. یعنی ما حقوق طبیعی بر حسب توانمندی‌های جسمی و روحی و ذاتی شما حقوق شما رو به رسمیت می‌شناسیم. و جای دیگه این مطرح میکنن توی همون کتاب که تا ساختمان روانی و جسمانی زن با مرد متفاوت است، مساوات زن و مرد از هر جهت مخالف نظام آفرینش و عدالت اجتماعی است. جامعه و سیاست‌گذاری قانونی داره به سمت مساوات زن میره و همزمان ما بحث مخالفت آیت الله مطهری همزمان با نقدهای آیت الله خمینی و نقدهای آیت الله طالقانی مواجه هستیم. این ادامه همون گفتمانی هستش که آیت الله مدرس توی بحث حق رأی برای زنان میگفتن که وقتی نص صریح قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، پس ما نمیتونیم برای زنان حق رأی قائل بشیم، بلکه حقوقشون باید از طریق مردان پیگیری بشه. آیت الله طالقانی هم دقیقا ذیل همون گفتمان دارن صحبت میکنن، یعنی سازه معنایی گفتمان زنان از منظر روحانیت و علماء شیعه سازه واحدی هستش. حالا اینکه آیت الله طالقانی توی کدوم طیف هستن، کدوم سر این طیف ایستادن، یه بحث علاهده هست که میشه راجعش صحبت کرد، ولی همه ذیل یک سازه معنایی قرار میگیرن که همون بحث الرجال قوامون علی النساء هستش. بعد آیت الله طالقانی در ادامه میپرسن که اگر این بحث آزادی ها مهمه، چرا زنان مکشوفه و سیاستمدار و فرمانده جنگی، زنان مکتشف و سیاستمدار و فرمانده جنگی اندک و انگشت شمارند؟ چگونه در تاریخ طولانی بشر برای زنان و موضع آنان تغییری پیش نیامده و همیشه مطالبه کننده زنها بودند و دهنده حقوق مردان؟ این سوالی که همین الان هم پرسیده میشه، یعنی توی حتی سخنرانی های کلاب هاوس برای مثلا مردان روشنفکر هم میبینی وقتی میخوان راجع مثلا حقوق زنان صحبت بکنن یا اصلا یک مسئله زنانه، مثلا چهار تا سخنران مرد میشینن با هم صحبت میکنن حول مثلا مسئله حجاب، حول مثلا این که چه اتفاقی میفته و تا اعتراض میکنی که خب یه سخنران زن دعوت بکنین، فوری میگن زنها خودشون وارد نمیشن، زنها خودشون این توانایی رو ندارن که بخوان صحبت بکنن. این نقدی هستش که همون زمان هم آیت الله طالقانی داره مطرح میکنه. و این نقد در چه فضایی داره مطرح میشه؟ ما سال 1949 سیمون دوبوار کتاب جنس دوم رو منتشر کرده و توش در رابطه با دوگانه جنس و جنسیت صحبت کرده. ما توی این جامعه در اون زمان بیگانه با بحث حقوق زنان در دنیا نبودیم، یعنی دارم میگم متن جامعه سیاست‌گذاری قانونی داره به اون سمت پیش میره. آیت الله طالقانی حدود 30 سال بعد از نوشته شدن این کتاب دارن جلد ششم پرتوی از قرآن رو مینویسن. یعنی این مسئله که جنسیت یک بعد تاریخی و فرهنگی جنس هستش در غرب مطرح شده بود و حتی داشت توسط باتلر نقد میشد، یعنی غرب داشت از این مرحله میگذشت. این که جنسیت زنان، این نقش‌های جنسیتی که جامعه برای زنان تعریف میکنه و جلوی اونها رو میگیره که بتونن سیاستمدار و فرمانده جنگی و مثلا همین مکتشف و مخترع و غیره بشن، اینکه چه اتفاقی میفته که این نگاه شکل میگیره، حدود 30 سال قبل تو غرب مطرح شده بود و آیت الله طالقانی کاملا بیگانه از چنین فضای فرهنگی دارن اظهار نظر میکنن. همون بیگانگی و انزوایی که ما از طرف جامعه روحانیت نسبت به متن جامعه میبینیم، اینکه با خودشون دارن صحبت میکنن و از اتفاقهایی که توی متن جامعه داره میفته
دور هستم. من احساس میکنم، یعنی فکرم این هستش که این علما امکان داره که مثلا آیت الله طالقانی تو حوزه بهاییت و حالا مبارزات سیاسی و غیره نوگرای دینی محسوب بشن، ولی در حوزه زنان کاملا ذیل گفتمان قالب روحانیت قرار میگیرن و اون نگاه سنتی که مطالبه گری زنان رو جدی نمیگیرن و بحث مساوات زنان رو زیر سوال میبرن و در این حوزه نمیشه ایشونو نوگرا دونست. و نکته دیگه ای که میخوام که بهش اشاره بکنم این هستش که کلن ما در بحث زنان گفتمان انقلاب اسلامی دالهای مربوط به زنان، دالهای شناور زنان همچنان مبهم موند. یعنی انقلاب در حالی پیروز شد که دالهای مربوط به زنان توی سخنرانی سردمداران جبهه مذهبی معنایابی درستی نشده بود و راجبش به وضوح صحبت نشده بود، کما اینکه توی اعتراضات نسبت به حجاب میبینیم که امثال خانم هما ناطق هم اعتراضش رو متوقف میکنه و میگه ما باید اول جلوی امپریالیسم بیستیم و بعد راجع به این مطالبات صحبت میکنیم. مطالبات زنان همیشه به تعویق افتاده که صحبت کردن راجع بهشون برمیگرده به یک چیز جدیتر. فقط بیاین با هم بپذیریم که مطالبات شما برای ما مهمه، کما اینکه آیت الله طالقانی هم توی همون مصاحبه‌ای که درباره حجاب میکنن میگن پوجنجال راه نیاندازید. همانطور که بارها گفتیم همه حقوق حق زنان در اسلام و در محیط جمهوری اسلامی محفوظ خواهد ماند. ببین دیگه با جزئیات وارد این نمیشیم که حقوق حق زنان چیه، فعلا اینو از ما بپذیریم. و ما 40 سال هستش که در همون موقعیت فعلا قرار گرفتیم، یعنی هر مطالبه‌ای که زنان میکنن بحث این پیش میاد که الان این مطالبه در اولویت نیستش، الان حق رأی زنان در اولویت نیست، الان بحث حجاب زنان در اولویت نیست، الان استادیوم رفتن زنان در اولویت نیست، الان مسئله ما اصلا طلاق نیست، الان مسئله ما اصلا بحث حضانت نیست، الان مسئله اصلا بحث خروج از کشور زنان نیستش. و ذیل همون سازه معنایی که میگه رجال قوامون علی النساء، مسئله زنان هم تعریف میشه و برای خودش داره کار میکنه، در حالی که این مطالبات زنان همچنان دالهای شناور معنای نیافته در گفتمان انقلاب اسلامی هستن و این مفصل بندی بین این دالها در حوزه زنان اصلا اتفاق نیفتاده. ما میبینیم ما با مسئله زنان همچنان متناقض داریم برخورد میکنیم، یعنی توی روز جوان نمیدونم به بیلبوردهای شهر دقت کردین یا نه، ما نمونه های مختلفی از مردان موفق داشتیم که یک جوان پسر توی آینه نگاه میکرد و اونو میدید و میگفتش که مثلا به آینده سلام کن. جوان پسر ما بی نهایت الگوی مردانه داره، از سردار سلیمانی بگیر تا پروفسور سمیعی تا شهید چمران تا الی آخر. برای دختر جوان ما فقط پروین اعتصامی رو گذاشته بودن که فکر کنم هممون متفق القولیم که پروین اعتصامی به عنوان زن مطلقه‌ای که بعدش هم ازدواج نکرد و بچه دار نشد اصلا الگوی کامل زن جمهوری اسلامی نیست. ولی این که مسئولین همه دور هم نشستن و عقلاشون رو گذاشتن رو هم و دیدن از پروین بهتر نمیتونن پیدا بکنن، این یعنی که ما نتونستیم یک الگوی زن قابل قبول توی این نظام بسازیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا دالهایی که تو این گفتمان داریم برای زنان تعریف میکنیم معنا هنوز پیدا نکردن، هنوز شناورن و هنوز مبهمن و ما اصلا تو حوزه زنان هنوز به تفاهم نرسیدیم که در نهایت اسلام چه نگاهی نسبت به زن در قرن 21 داره، من زن چطوری باید باشم که هم مسلمان باشم و هم زن قرن 21 کنیم. ممنونم از اتون. ممنون از شما.